دوست و همراه و پوشنده ما در حزب رستاخیز ایران گرایان و کارگروه آموزش جناب رامین قربان. درود بر شما رامین جان و سپاسگزارم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. درود به شما، درود به باشندگان گرامی. من میدونم که زمان تنگ است، اجازه بدید بدون درنگ برم سر سخن و حواسم به ساعت هم هست دوستان و مهداد گرامی، بیشتر از 15 دقیقه سخن نمیگم. سخن امروز اون چیزی که در کارگروه آموزش ما با هم با رایزنی باش به توافق رسیدیم که در موردش سخنی گفته بشه این است که در مورد یورش تازیان و از بین بردن نخبگان ایرانی، و این فقط یک دیدگاه تاریخی نیست، چون به هر حال نخبگان ایرانی رو همین امروز هم دارن از بین میبرن در ایران. اون چیزی که من رو خیلی به فکر انداخت و این پیشنهاد دادم به دوستان و خوشبختانه همکاری کردن و پذیرفتن که در این مورد سخن گفته بشه، گفته آرتور کریستنسون، این ایران شناس به ویژه ساسانی شناس خیلی مشهور دانمارکی است، که گفت بزرگترین آسیبی که ایرانیان از حمله اسلام به میهنشون دیدن از دست دادن رده نخبگانشون بود. که من خیلی به فکر فرو برد که چرا این از این یک مورد به عنوان بزرگترین آسیب نام برده. و خب میدونم برای این امکان هست که آدم به یک فهرست بال و بلند دلخراشی با تاریخ‌های مشخصی تهیه بکنه و بگه در این تاریخ یک تخمینی زده شده که اینقدر ایرانی رو سر بریدن، شکنجه کردن، تجاوز کردن، به غلامی و بردگی گرفتن و از این قبیل، که البته اون کار بسیار مهم و به جایی هست و فکر میکنم این ایرانیانی که تا آخرین نفسشون برای نگهداری ایران شهر و به دست ایران و دست مسلمان نیفتادن ایران شهر جنگیدن، این باید که ما در ایران آزاد فردا از اینها قدرداری بکنیم. ولی من فکر کردم که به جای این کار شاید ما بخوایم یک نگاهی بکنیم به چرایی این مسئله. چرا اسلام اصرار داره به از بین بردن نخبگان هر جایی که تصرف میکنه، هر جایی که اشغال میکنه؟ چون اینو به یاد داشته باشیم، بهش دقت بکنیم که به هیچ رو اینطور نیست که در جنگ ها اون نیرویی که پیروز میشه در جنگ میاد الزاماً و همیشگی اون نخبگان اون نیرویی که شکست خوردن رو از بین ببره. تقریبا شاید به غیر از اسلام هیچ وقت این کار با این استمرار و با این جدیت انجام ندادن. پیش از اون اجازه بده خیلی کوتاه بگم که اصلا ما تعریفمون، اصلا ما زمانی که از نخبگان صحبت میکنیم، در نخبگان ایرانی صحبت میکنیم، منظورمون چیه؟ چون همونطوری که بدین نخبگان از منتخب، انتخاب شده میاد. مثلا برای نمونه از ناپلئون بناپارت پرسیدن این بزهکاران و جنایتکارانی که مال انداختیم زندان، کی میخواد از اینا نگهداری بکنه؟ کی میخواد مواظبشون باشه؟ کی میخواد زندانبان اینا باشه؟ و اون گفت یه کسانی از خودشون بدتر. خب اون کسانی که اون انتخاب کرده بود برای اون کار طبیعتاً نه شاعر بودن، نه فیلسوف بودن، نه دانشمند بودن، برای اون هم یک انتخابی بود دیگه. ما زمانی که از نخبگان ایرانی به طور مشخص صحبت میکنیم، منظور ما کارگزارانی هست که در راه افزونیگی و پدافند از اون گام میگذارند. حالا این منظور از افزونیگی فقط زیاد شدن نیست، چون همونطور که دوستان میدونن افزونگی یا افزونگی یک واژه اوستایی مقدس یا سپنتایی هست که فقط زیاد شدن نیست. این به این معنی است که افزودن آراستگی که میخواد جایگزین هرج و مرج و ناآراستگی بشه. یعنی همون گونه که در جهان بالا کیهان همیشه داره از هرج و مرج به بهترین حالتش به آراستگی، به سوی آراستگی میره، در این جهان خرد هم، در جهان ما، اون دیدگاه ایرانی این هست که نخست شهریار ایرانی، بزرگان ایرانی، نخبگان ایرانی همون کار رو در کشورشون دارن انجام میدن و تا جایی که میتونن در قلمروهایی که در دست پادشاه ایرانی هست و چرا نه در تمام جهان. یعنی بیابان رو یا بیابان رو آبادان کردن، هرج و مرج رو آراسته کردن،
تئوس رو کازموس کردن، که میدونید همون واژه کازمتیک یا آرایش هم باز از همون کازموس میاد، یعنی آرایش کردن، یعنی آراسته کردن. و مسلمانان با آراستگی، با پیراستگی، با هارمونی، با هماهنگی از بنیاد دشمنن. و دلیلش هم میگم خدمتون به زودی. ببین ما خب در حال در مورد کوروش بزرگ، داریوش بزرگ، برای که فقط چند تن رو نام ببرم، من اردشیر بابکان، خسرو یکم که به هم به نام همون انوشیروان دادگر مشهور است، خب برای اینا که از آسمان که نیفتادن زمین، اینا پرورنده شده یک دستگاه فکری یا یک آینی هستند که به این شکل روی زمین دارن این کارشون رو انجام میدن. این همون باور ایرانی است که داره هرچه بیشتر هرج و مرج رو به آراستگی و پیراستگی و هارمونی و هماهنگی تبدیل میکنه. تا جایی که ببینید این زمانی که سکسکه‌ای در این روند نیفته، زمانی که جنگی نباشه، زمانی که بیماری نباشه، زمانی که همه چیز اونطوری که باید بر اساس اون باور ایرانی و بر اساس اون نقش ریزی پیش میره، ما میبینیم که همیشه این در حال بهتر شدنه. در ابتدای یک دودمان ایرانگرا همیشه ما مقایسهش میکنیم، میبینیم در انتهای اون دودمان ایرانگرا بهتر شده و بالاتر شده. برای یک نمونه خیلی کوتاه بگم، من زیاد اینجا زمان نمیگیرم، حتی در ابتدای دودمان ساسانی، میبینیم در زمان اردشیر بابکان، اون ردی دبیری، ردی کمی سست هست، اون جایگاه خیلی والا رو نداره. پادشاهان یا اون ردی خردمندان، اون ردی شایستگان یک چیز مهمی میگن و افراد می نویسن رو می فرستن به گوشه کنار این شاهنشاهی. ولی در زمان خسرو یکم یا انوشیروان دادگر جایگاه بسیار بالایی پیدا میکنه، تا جایی که نوشتن و خوندن این یکی از لازمه های نخبگان ایرانی میشه و خودش در مقام حتی یک پادشاه فرزانه میرسه از نظر فلسفه و از نظر دانش. ما دقت بکنیم که این روند از هرج و مرج به آراستگی رفتن دقیقا نه تنها متفاوت است، دقیقا وارونه اون رو اسلام انجام میده. یعنی از آراستگی و پیراستگی به هرج و مرج رفتن. اینو ما در هر کشوری که اسلام به زور وارد شده و اونو گرفته میبینیمش. این فقط یک جا نیست، این فقط یک برهه‌ای از تاریخ نیست. من این رو خیلی بدون تعارف، بی صراحت به انگل تشبیه میکنم. و اینی که من میگم انگل، نه از روی خشم است، نه از روی پیشداوری است، از روی پیشداوری که اصلا نیست، چون ما 14 سده امکان داریم برای مدرک جمع کردن و مشاهده کردن، و نه از روی قصد توهین هست، با اینکه توهین است. شما به یک انسان، یک گروهی از انسان بگید انگل، خب یک توهین است، ولی یک مشاهده درستی به دید من. چون ببینید درست مانند یک انگلی که میره یک میزبان سالم رو پیدا میکنه و اون درست مثل این سلول سرطانی که شما زیر این میکروسکوپ بذارید با یک سلول سالم تفاوتی نداره. تن بزرگترین تفاوت سلول سرطانی با سلول سالم اینه که قدرت ارتباط بین سلول ها رو از بین میبره، اون زنجیر فرماندهی رو از بین میبره اون وسط، و هرچی بیشتر این سلول ها رو، همونطور که دکتر شهرام آریان گرامی بهش اشاره کردن، از اون سلول های که بگم به این مسلمانان من بخوام تشبیهش بکنم، مالی خولی، هرچی مالی خولیایی تر، هرچی با آی کیو پایین تر، هرچی سادیسمی تر، اونها رو جمع میکنه که این پیوند رو از بین ببره. به ویژه برای شاید ما که در برون از مرز زندگی میکنیم و نگاه میکنیم این جماعت، به ویژه مسلمانان دو آتشی ششتون رو و اون ایران زادگان مارکسیست اسلامی که پادوهای این حکومت اسلامی بودند که در کشورهای پادشاهی و امپریالیستی دارن زندگی میکنن، سرمایه‌داری، با یک آمیخته از خشم و شگفتی میگیم به اینا که شما که اینقدر
مخالف این همچین جامعه ای هستید، شما چپی های پادوهای حکومت اسلامی که چپ و راست دارید انشا می نویسید در مخالفت با سرمایه‌داری و بد و بیراه بشون میگین، چرا از اینجا بلند نمیشین برین؟ چرا از نروژ و دانمارک و سوئد و انگلیس و آمریکا و اسپانیا و تمام کشورهایی که پادشاهی و سرمایه داری اصلا تکون نمیخواد، حتی از بولدوزر هم نمیشه شما رو تکونتون داد. من فکر میکنم اگر ما این رو تصور بکنیم که یک گفت و شنود خیالی میتونیم با یک انگل یا گروهی از انگل ها داشته باشیم، ازشون این پرسش رو بکنیم، میگیم که شمایی که با این میزبانی که به جانش حمله کردید هیچ نزدیکی ایدئولوژیکی ندارید، هیچ نزدیکی فکری ندارید، کاملا مخالفش هم هستید، این چیکار میکنید؟ خب طبیعیه اگه امکان پاسخ گفتن من بودش برمیگشت نگاه میکرد من گفت مرد حسابی تو حالت خوبه؟ ما اومدیم اینجا بخوریم چاق و چله بشیم و گنده بشیم، ما کاری اصلا نداریم که طرز تفکر و این بودمان این میزبان چی است. اینجا ما ببینیم یا من ببینم که این پرسش من یا شگفتی من هست که یک چیز نابخردانه، اینا دارن کار طبیعیشون انجام میدن، اینا همیشه این کار انجام دادن، هر جایی رفتن حمله کردن، میزبان خوردن، فقط غارت کردن، فقط تاراج کردن، هیچ چیزی بیرون ندادن. چیزی ما به نام دانش اسلامی نداریم، چیزی ما به نام هنر اسلامی نداریم، چیزی ما به عنوان حالا معماری اسلامی هم برحال همون بخشی از هنر اسلامی میشه که وجود خارجی نداره. اینو شوربختانه یک سری از نویسندگان و شبه پژوهشگرهای غربی از روی تنبلی، از روی نزاکت سیاسی یا همون political correctness یا از روی تعارف اومدن کپی پیست کردن و گفتن که در اون زمانی که در قرون وسطا اروپا در تاریکی فرو رفته بود این دانشمندان اسلامی بودن که دانش رو زنده نگه داشتن و اون رو برای درست حسابی تحویل اروپای بعد از رنسانس دادن دوباره، که این کاملا حرف پرتی است. این درست مانند این است که بحالا به خاطر که زبان دانش اون موقع زبان عربی شده بود، این درست مانند این است که ما ایزاک نیوتونی که هفت جد آبادش انگلیسی است و این که مشهورترین کتابش اصول ریاضی فلسفه طبیعی رو به لاتین نوشت، برای اینکه در زمان اون زبان دانشی اروپای دنیا حتی لاتین بود، بگیم که مثلا اسپانیایی است یا ایتالیایی است یا پرتغالی است. برای همین میگم شعور بختانه این یک چیدین شبار بهش از یه چیزی میگن ازش رد میشن، چون این امکان رو دارن یا به قول خارجی این لاکچری رو دارن که فقط یه چیزی بگن و به قول ازش از بغلش رد بشن. ما تن از انگوش شمارترین پژوهشگرایی که این کار رو نکرده خواهیم پوتوک که البته یک رمان نویسی است ولی یک کار پژوهشی کرده بود به نام تاریخ جهودها، اون به این مسئله اشاره میکنه که ما چیزی به نام اصلا فرهنگ اسلامی نداریم و اون چیزی که به نام فرهنگ اسلامی میخوان جا بزنن در حقیقت فرهنگ ایرانی و یونانی است. من میبینم که زمان به تندی داره میگذره، من فقط این رو اشاره رو کنم. دوستان من پیشتر گفتم خدمتتون که ابدا به این شکل نیست که در حتی در جنگ های خونی مثلا جنگ جهانی دوم زمانی که آلمان نازی جنگ رو باخت یک رقابت بسیار شدیدی بین اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا بود برای حتی میشه گفت ربودن دانشمندان آلمان نازی که به اون پروژه پیپر کلیپ که آمریکایی‌ها به چیز حدود 1600 تا از دانشمندان آلمان نازی رو که عضو حزب نازی بودن، البته شاید موقع اصلا کسی نمیتونست عضو حزب نازی نباشه، با خودشون به آمریکا بردن. اتحاد جماهیر شوروی چیزی نزدیک به 6000 نفر از دانشمندان و خانواده‌هاشون با خانواده‌هاشون شدن 6000 نفر با اطمینان دادن به این که اینا کاملا سالم خواهند بود در اتحاد جماهیر شوروی، زندگی خوبی هم خواهند داشتن، دیدین نه کسی رو بودن گودالی کندن بغل وسط شهر سر کسی رو زدن، نه به زن بچه اینا تجاوز کردن، زناشون رو به بردگی فرستادن و بچه هاشون رو به غلامی با نهایت احترام اینا رو برداشتن و بردن این نخبگان رو، برای اینکه در فکرشون سازندگی بود، چیزی که در اسلام اصلا نیست، در مسلمان ها اصلا چیزی به نام سازندگی نیست. اینا 1400 سال زمان داشتن برای اینکه این رو
خلافش رو ثابت بکنن. یک دانشمند